سلام دوستان به کلاس درس ما خوش اومدین توی این جلسه باز دو تا مثال دیگه از رابطه تقسیم پذیری رو با هم دیگه حل میکنیم تا کاربردهای خواص تقسیم پذیری رو بهتر بشناسیم خب مثال اول ما میگه که آیا 73 عدد 73 3 به توان 52 منهای 2 به توان 39 رو عاد میکنه یا نه یعنی آیا این رابطه برقرار یا نه خب از این مسئله تو نگاه اول باز خیلی سخت به نظر میاد چون اصلا هفتاد و سه و سه و دو چه ربطی به هم دارن ولی بیایم ما هم دیگه فکر بکنیم و مرحله به مرحله با استفاده از خواصی که تو جلسات گذشته یاد گرفتیم ببینیم میتونیم چیزی از توی این در بیاریم یا نه اولین چیزی که به نظرمون میاد این است که چون طرف راست به صورت منهای دوتا عدد هست که اون دو تا عدد خودشون به یه توانهایی رسیدن ما اولین چیزی که به ذهنمون میاد این رابطه یه که داشتیم که آمنهای های به همیشه آی منهای بی ان رو آد میکنه اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه چون میبینیم که دست راستش یه هایی به دست راست مسئله ما داره اگه مثلا شما آ رو فرض کن سه قرار بدیم بی رو دو ولی اون وقت میبینید که توانهای دو و سه با هم دیگه برابر نیستن در حالی که تو این خاصیت توان دو و سه باید با هم دیگه برابر باشن خب مثل همون مثال جلسه گذشته که با هم حل کردیم بیایم سعی کنیم از تو این توانا یه عاملای در بیاریم تا این دو تا توان شبیه هم بشن الان 52 و 39 چه رابطه به هم دارن رابطهشون اینه که جفتشون به 13 بخش پذیرن یعنی ما میتونیم یه 13 از جفتشون بکشیم بیرون بقیهشون رو بذاریم رو سر همین 3 یا 2 منظورم این است که میایم به این دو تا عدد نگاه میکنیم چون میخوایم جفتشون رو ازشون یه عدد n مشترکی فاکتور بگیریم کوچکترین ببخشید بزرگترین مقسوم لایه مشترکشون رو در میاریم که اینجا عدد 13 هست پس کاری که میکنیم برای اینکه بیشتر اینو به صورت آین من های بی در بیاریم اینه که بزرگترین مقسوم لایه مشترک این دو تا عدد رو همون ان در نظر میگیریم و از توی اینا میکشیمش بیرون یعنی اینو مینویسیم 3 به توان 4 به توان 13 چون 4 13 تا میشه 52 تا دیگه من دو به توان سه به توان سیزده یعنی سیزده را از جستشون میکشیم بیرون حالا اینا رو یه خورد ساده تر بکنیم سه به توان چهار در واقع هشتاد و یک هست یعنی میشه هشتاد و یک منهای دو به توان سه هم که هشت است ببخشید سیزده منهای هشت به توان سیزده خب جالب شد دیگه الان این دقیقا به فرم این دست راسته رابطه همون در اومد با فرض این که هشتاد و به هشته و ان سیزده هستش حالا چیزی که جالبی که از تو این خود به خود در میاد اینه که آی های ب میشه هشتاده که من های هشت خودش میشه هفتاد سه خب این جالب شد دیگه چون هفتاد دقیقا همون عددی هست که ما میخواییم بهش برسیم پس با استفاده از خاصیت آی منهای های ب آد میکنه آی های ب ان رو میتونیم نتیجه بگیریم که هشتاده که من های هشت یا همون هفتاد سه آد میکنه 81 به تاوان 13 منهای 8 به تاوان 13 یا همون 3 به 52 منهای 2 به تاوان 39 که این همون حکممون است پس دیدین که با استفاده از, از یه خاصیت با شروع کردن از یه خاصیت و تلاش برای اینکه دست راست این را به بیشتر شبیه این بکنیم ما تونستیم یه حکمه به این که به ظاهر انقدر مشکل به نظر می اومد رو با هم دیگه ثابت بکنیم خب مثال بعدی که با هم حل می کنیم باز دوباره از تقسیم پذیری به این صورت هست. میگه که آیا عدد 24 عدد 5 به توان 2n به علاوه 23 رو عاد می کنه یا نه؟ تا حالا مثاله که با هم حل کردیم طرف راستشون شبیه آن منهای بی بود در ما سریعا به طور شهودی فرض کردیم که باید از اون طریق بریم یعنی با استفاده از اون خاصیت مسئله رو حل بکنیم ولی الان داریم با یه مسئله جدیدی رو میشیم الان طرف راست مسئله ما خیلی شبیه آن منهای بی ان نیست اولا این علامت مثبت این وسط دوما این عدد دوم اصلا توانی نداره و یه عدد اول هم هست راستش اصلا نمیشه اون رو به عوامل دیگه ای تجزیه کرد پس تو این مورد ما چیکار میکنیم چیزی که باز دوباره اینجا بهش توجه کنید اینه که ما یه پنج به توان دو n داریم یعنی یه عدد به توان n چون به توان دو n میشه و 25 به توان n این دیگه اینجا داریم آیا از توی این ما میتونیم این رابطه رو به طور کلی شبیه همون آیمن های به آد میکنه آین منهای بی ان در بیاریم یا نه چون الان قوی ترین سلاح ما هست برای رویا روی با این مسئله ها خب من میگم بیایم یه در دست و پنجه نرم کنیم با این طرف راست ببینیم چی کار میتونیم بکنیم خب پنج به توان دو اینو که همون 25 به توان n هست رو داریم یعنی یه عدد به توان n رو داریم حالا یه علامت منفی می‌خوایم و یه عددی به توان n ترین عددی که ما میتونیم به n برسیم ما خیلی توی رابطه همون تغییر ندیم قر... تغییری نداده باشیم قبول داریم یک هست یعنی اگه من به این رابطه یه یک اضافه بکنم یه یک کم بکنم خب تو اصل رابطه که تغییر ندادم 25 بتوانن توان به 23 مساویه با 25 به, انهای... n, n من هایی یک بالا به یک بلا به 23 چون دو تا با هم دیگه ساده میشن قبول داریم که چون یکی عدد خوبیه دیگه چون که شما در واقع یک رو میتونید بنویسید یک بتوانن n فرقی نمیکنه دیگه بعد این دوتا هم با هم دیگه جمع بزنید بنویسید 24 خب الان جالب تر شد چون الان اینجا من تونستم آن من های رو بسازم با فرض اینکه آ مساوی 25 هست و بی مساوی 1 هست من آن من های رو ساختم خب حالا میایم ببینیم از اینجا به بعد چی کار میتونیم بکنیم اولا که چیز اولی که بزنه اون میاد اینه که منهای آبه یعنی 25 منهای همون 24ه که همون 24 که همون عدد دست چپ ما است. خب تا اینجا که خوبه به نظر میاد داریم راه درست میریم. پس قبول داریم که من میتونم 25 به توان n منهای 1 به توان n رو به صورت 25 منهای 1 زد در کیو بنویسم قبول داریم دیگه چون طبق این رابطه 25 منهای 1 25 به توان n منهای 1 به توان n رو عاد میکنه پس قبول داریم که 25 به توان n منهای 1 به توان n رو من میتونم به صورت 24 کیو بنویسم که q یه عدد صحیح است. خب بیایم اینو تو این رابطه بالایی جاگذاری کنیم ببینیم به چی میرسیم. پس از کجا شروع کردیم گفتیم 5 به توان 2 n به علاوه 23 مساوی با 25 به توان n منهای 1 به توان 24 که به جای 25 به توان منهای 1 به n من میذارم 24 q به علاوه 24. خب حالا بیایم از یه 24 اینجا فاکتور بگیریم. قبول داریم که چون کیو یه عدد صحیح بود کیو به علاوه یکم یه عدد صحیحیه پس اسمش رو می‌ذاریم کیو پریم پس خیلی جالب شد دیگه چون که ثابت شد که این که همون در واقع دست راسته این معادله ما هست برابر است با 24 که همون دست چپه این معادله ضرب در یه عدد صحیح کیو پریم که همون این همون حکمیه که میخواستیم اثبات بکنیم پس جواب این بله هست پس یه بار دیگه با همدیگه مرور بکنیم اینجا ما دست راست رو برای اینکه تبدیل کنیم به, دست، به صورت دست راست این خاصیت باید یه خورد عملیات بیشتری انجام دادیم چون همینجوری زیاد شبیه آینه های بی نبود کاری که کردیم اینه که آ رو همین 25 در نظر گرفتیم یه منهای بی ان لازم داشتیم بی رو گفتیم آسون ترین چیزی که میتونیم در نظر بگیریم یک یه یک اضافه و کم کردیم یک رو نوشتیم یک به توان ان و دو تا جمله به دست اومد 25 ان به توان ان منهای یک به توان ان به علاوه 24 که هر دو تای این جمله ها در واقع به 24 بخش پذیرن چون که 25 به توان ان منهای یک به توان ان میشه نوشت 24 کیو و بعد اینم که خودش 24 فاکتور گرفت و به فرم 24 ضرب در یاد صحیح در اومد خب امیدوارم که الان بیشتر متوجه شده باشین که چرا ما اون همه خاصیت از تقسیم پذیری و با هم دیگه ثابت کردیم و الان براتون جالب تر شده باشه چون توسط اونا ما داریم یه رابطه رو ثابت میکنیم که همینطوری به خیلی چیزای مشکل و پیچیده مین اصلا 24 و چجوری میشه فهمید که به ازای هر اینی ای آیا این عدد به این بخش پذیر هست یا نه خب توی جلسه بعدی باز هم یه مثال دیگه از تقسیم پذیری رو با هم حل می‌کنیم تو کلاس درس بعدی میبینمتون